ببینید اصولا قرآن متأخر از صوت و صداه. قرآن 1400 سال اومده، زبور و صحف هم که بگیری میشه 10000 سال 20000 سال. موسیقی از اول خلقت بوده، چه تو طبیعت چه تو انسان. یکی رقص تو انسان بوده، یکی موسیقی. تو خلقتگاه هم به مرور طول زمانهای فراوان ایجاد شده. کشک نمیده زور بزنه یه دستگاه درست کنه که یه ذره یه ذره یه ذره تو طول 100 سال یه همینی یه تکونی خورده، گاهی نخورده گاهی خورده اینطوری. پس بنابراین به طور طبیعی قرآن که متأخره، ما قرآن رو از صوت و صدا استفاده میکنیم. منتها اومده گفته قرآن صوت حسن بکنید، ترتیل و رتل القرآن ترتیلا، صوت داوود صوت حسن، اینا یه صوت بوده دیگه. پس صوت مقدم از داوود و حسن بوده، صوت بوده حالا حسنی شده، داوودی شده، یا فرض کنید که دیگران خواننده های معروف که مثلا بودن. پس ببینیم که صوت و صدا مقدم است بر قرآن. حالا ما تو قرآن که اومدیم از همین صوت و صدا استفاده کردیم، منتها چون قرآن لسان عربی بوده ما با همه دستگاه ها گفتن نخونید. مثلا شما ببینید الان ما فارسیم، یه دسته دستگاه ها مخصوص فارسیه، بعضی دستگاه ها مخصوص عربیه، بعضیش مشترک بین فارسی عربیه. شما حروف چجوریه؟ میگه یه دسته حروف مخصوص فارسیه، ترکیه، یه دسته مخصوص عربیه، یه دستش هم مشترکن. در دستگاه ها صوت و صدا هم همینطور میمونه، مثل کلمات میمونه. حالا اگر پیغمبر آمده گفته اینطور نکنید اونطور، یعنی فارسی نکنید قرآن رو، اما عربی بخونید. مثلا حجاز بخونید، چی بخونید چی بخونید، چون قرآن عربیه گفته فارسی نکنه. نه اینکه فارسی اشکال داره، میگه فارسی دستگاه مخصوصی است، به این نمیخوره، خوب در نمیاد. خب حالا تو شما تو فارسی هم همینطوره، یه چیزایش با عربی خوب در نمیاد، لذا دستگاه بعضیش مخصوص عربیه، بعضیش مخصوص فارسیه، بعضیش مشترکه. مثل عروض و قافیه هم همینطوره، یه دست عروض ما داریم این مال فارسیه، یه مال عربیه، یا مشترکن یه دست عروضا و چیزها زمینهای عروضی. پس تمام اینها در طول زمان که اومده بشر از اینا استفاده کرده. حالا هر کدوم به تناسب اون لهجه و اون زبان صوت رو اختیار میکردن. مثلا بیات ترک، خب یه اصلش برای ترک خونی خوبه. خب این قرآن اگه بخوای بهش بخونی عالی هم که بخونی عرب نمیپسند، میگه قرآن باید به لسان عربی مبین خونده بشه و اشکالی هم نداره توی قومی، اما خود عربا نمیپسند، میگه این لهجه ما نیست. مثلا شما نماز که میخونید اگه فارسی بخونید، عربا میگه این لهجهش فارسی، عربی رو با لهجه فارسی میخونه، خب این نمیپسندن عربا، الا اشکال هم نداره، درسته. پس بنابراین صوت و صدا با لهجه تفاوت پیدا میکنه، لذا خصوصیات مختلف خودش رو پیدا میکنه و اصلا